حتما بذارید تو کانال، بذارید مردم ببینن، خیلی جالبه. من که ریسه رفتم خدایی دیدم خیلی باحال بود. خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در روزگار، به کامتون باشه، امیدوارم که همیشه دلاتون شاد باشه، خوب و خوش و سرزنده و سلامت باشید. سعی کنید روزها چون هوا بسیار بسیار گرمه، لباس شاد بپوشید، لباس خنک بپوشید، لباس روشن بپوشید، به شدت دوری بکنید از پوشیدن لباس‌های تیره و تاریک، قلب آدم رو سیاه میکنه، نکبت و بدبختی و فلاکت رو به خانه های ما میاره، برای خود ما میاره. سعی بکنید اول سر صبح بخواید برید سر کار، لباس شاد، موزیک شاد گوش بدید که حالتون رو احسن الحال بکنه. اینکه این حرامزاده ها میان هی نمیدونم مراسم محرم و تاسوعا، امشب میخوام در موردش خیلی صحبت بکنیم. الان من یه فیلمی رو داشتم میدیدم، صادق تو پیجش گذاشته بود و اگر الان ما بیننده هایی هستن که از علی گودرز دارن برنامه ما رو میبینن، لطفاً الان برای ما کامنت بکنن که این واقعیت داره یا نه. یه فیلمی گذاشته بود، مراسم تعزیه بود، بعد نوشته بودن که به جای اینکه شربت بدن به اینایی که بازیگران این تعزیه بوده، عرق سکی دادن، اینا خورده بودن، همه افتاده بودن وسط، داشتن غیر میدادن و میرقصیدن. حالا من گفتم از صادق بگیره رضا اینو حتما تو کانال ما هم بذاره که همه شما ببینید. واقعا من دیشب اومدم، وقتی ما یه چیزی رو میگیم رو مستندات و رو چیزهایی که رو مشاهدات خودمون که مستندن داریم خدمت شما میگیم، واقعا یک فستیواله. حالا بالماسکر رو چه میدونم تو آمریکا با اروپا با این ور اون ور اجرا میکنن با چه میدونم با اون قیافه های آنچنانی و اینها هم حالا یه همچین بالماسکی یا داخل کشور دارن که گند زدن به هرچی اسلام و دین و شریعت و اینجور داستان ها. بگذاریم، خب ما خیلی مخلص شما هم هستیم. بذارید من کامنت ها رو ببندم، چون من یهو اینجوری دزدکی میرم نگاه میکنم که چه چیزایی شما نوشتید. دمتونم گرم که اینجور قلب قرمز میفرستید برای ما. و اینکه خیلی ها به من میگه چرا دکمه رو تا اون آخر میبندی. اینجا ما یه دوستی داریم که تمام این تیشرت ها رو هر روز زحمت میکشن بعد از اجرای برنامه. دوستان به هر حال گرم هوا، ما عرق میکنیم، یعنی ما هر روزی که میایم یک ساعت برنامه شما برای شما برنامه اجرا میکنیم، نگاه پشت من کاملا خیس میشه و همین خاطر زحمت میکشن دوستان. حالا این 20 تا تیشرتی که گرفتن اینها رو یکی یکی میشورن، بعد هر روزم اتو میکنن. این دوست عزیز ما که حالا ایرانی هم نیستن، زحمت میکشن، حالا کل ساختمان و اینها رو مسئولیتش رو بر عهده دارن، حالا این بحث اتو رو هم که انجام میدن، از من همیشه خواهش می‌کنم تا اونجایی که امکان داره تا اون بالا ببند که بذار شیک بمونه. ما هم حالا خب دیگه ازشون تشکر می‌کنیم و به سهه می‌ذاریم به حرفاشون و این کار رو انجام میدیم. حالا بعضی تیشرت ها که واقعا نمیشه تا اون آخر پست نمی‌بندیم، بعضی حالا اینجوری شیک هم میمونه، خلاصه می‌بندیم. اینا رو دیگه لطفاً زیاد انتقاد نکنید رو اینجور قضايا. مسئله بعدی این که دوستان امروز رضا یه اشاره خوبی داشت، گفت حتما این رو با بینندگان عزیز در میون بذار، ازشون خواهش بکن که این که آیه نازل نشده، وقتی شما یک پیامی رو برای ما ارسال میکنیم، ما حتما اون پیام رو باید یا تو رادیو ایران یا تو رادیو تلگرام یا تو اینستاگرام خودمون منتشر بکنیم. نه دوستان، نگاه بکنید، امروز تا من داشتم نگاه میکنم دیدم اینا چند روز به چند روز پیام های شما مردم عزیز رو امروز دیدم، از قوچان و از لرستان و سیستان بلوچستان و تهران و اردبیل و آذربایجان شرقی و گیلان و از همه جا گزارش گذاشته بودن. عزیزان من، گزارش هایی رو که شما میفرستید، ما نسبت به این رسانه تعهد داریم، ما نمیتونیم هر چیزی رو که شما میفرستید این رو پخشش بکنیم. الان دیگه بعد از 10 سال که این مسئولیت رسانه بر عهده ماست، حالا من به عنوان سردبیر همیشه به بچه‌ها تذکر دادم که آقا اینجا نکنه حق کسی ضایع بشه. مثلا من با یکی مشکل داشته باشم، بیام چیکار بکنم؟ گزارش های اونو برای مثلا رادیو بفرستم و رادیو هم پخش بکنه، فردا دلم خنک بشه که زیر آب طرف رو که حالا این کار نبوده رو زدم. خب به همین خاطر عزیزان من، از قدیم گفتن همه چیز را همگان دانند. ما خبرنگاران آزادی تو اقصی نقاط کشور داریم. وقتی شما خبرهایی رو برای ما میفرستید، ما اینها رو برای اون عزیزانمون میفرستیم که خبرنگاران ما هستن. اونها بررسی اولیه رو انجام میدن، گناه مسئولیت گردن اونها که دیگه با همه مشکل ندارن، یا ما که با کسی مشکل نداریم. ما این گزارش ها رو اول بررسی میکنیم، سه و سوق بودنش رو اینها رو در میاریم اگر اوکی باشه. ولی اگر من همیشه هم گفتم که بیاین مثلا بحث
گرد کردن رو به کار ببرید. تا 90% مطمئن شدید حقیقت داره گزارش، حتما منتشر بکنید. ولی اگر دیدید 50-50 است، تحت هیچ شرایطی گزارش ها رو منتشر نمی کنید. کم و کم روزی 400 تا 500 تا برای ما پیام میان، مخصوصا آخر هفته ها که فکر کنم شما بیکارید برای ما پیام های مختلف میفرستید. عزیزان یک تعداد بسیار بالایی پیام به دست ما میرسه و من حساسیت دارم، پیام ها رو بیشتر خودم میخونم و این رو برای دوستان میفرستم. هر دوستی به هر حال 3-4 روز نیاز داره که بره بررسی بکنه، همینجوری که گزارش نمیکنه میگه آ برو حالا، عشقی که نباید بگه، میره بررسی میکنه، یه ذره طول میکشه. پس لطف کنید، زحمت بکشید، تحمل داشته باشید، سعی صبر داشته باشید و مطمئن باشید اگر گزارش شما مستند باشه، مستنداتش هم برای ما ارسال کردید، با مطمئنن بعد از بررسی این رو منتشر خواهیم کرد. این موضوعی هم بود که امروز باید خدمت شما عرض میکردم. موضوع بعدی صبح امروز، ببخشید صبح امروز نه امروز چند آره صبح امروز دیگه شنبه است امروز. بذار اول این از رو بخونم. اولی که من درود میفرستم به شرف تمام زنان آزاده ایران زمین. خدای کنار قلبتون همیشه حافظ شما باشه، همیشه به هر آن چیزی که معقول برسید. این که میگم معقول، بعضی ها مثلا چیزهای خیلی خیلی مثلا غیر قابل دسترسی میخوان، نه، اون چیزایی که معقوله خدای کنار قلبتون همیشه اونها رو به شما بده. همیشه دل خوش داشته باشید، همیشه آرامش داشته باشید، همیشه تن سالم داشته باشید. اینا دوستان خیلی مهمه. وقتی اینها رو داشته باشید مطمئن باشید ثروت و دارایی و خوشبختی و همه چیزم به سراغ شما خواهد آمد، این بحث سلامتی و اینها. امروز من دیدم که زنان آزاده گیلانی، زنان قهرمان گیلانی، من گزارشش رو داشتم میخوندم تو همین سایت ها بود که امروز اینها رو دادگاه دادستانی استان گیلان فرا خوانده و اینها رو فرستادن برای زندان لاکان رشت. زندان لاکان رشتی که واقعا یک جورایی این رو مثال میزنن مثل زندان آلکاتراز، هر چیزی که بخوای اونجا پیدا میشه. مخصوصا بند نسوان که مال خانم هاست هیچ گونه امکاناتی نداره. من واقعا متاسفم برای تو فلا میری که دادستان مرکز استان هستی، نیارکی، رئیس کل دادگستری، سر تخماتون نشستید که یه موقع سرد نشه و پوچ نشن، بلند شید یه سر برید تا زندان ببینید اونجا وضعیت چقدر اسفناکه. یکی قسم میخورد میگفت که اگر شما تو این زندان اگر پول نداشته باشید از گرسنگی میمیرید، کیفیت غذاش به حدی ناجوره، حتی تعمدن غذایی که درست میکنن توش سنگریزه میریزن که واقعا کم بخوریم یا اصلا دیگه دنبالش نیام. چرا؟ چون مارکت هایی که اونجا شرکت تعاونی زده پولش میره به جیب همین رؤسای اداره کل زندان ها و فلان، به همین خاطر میان غذا رو اینقدر با کیفیت بد درست میکنن، اینقدر سرویس دهیشون بده که اینها رو تحریک بکنن، اینها از پول از بیرون پول بخوان. یه سری کارت های پارسی ها مارسی ها نمیدونم اون داخل، البته اون موقعی که من تو زندان همون بنده ایزوله بودم یه همچین داستانهایی بود، یه کارتایی بود که ما واقعا همون موقعی که الان چند سال پیش نمیدونم 12-13 سال پیش بود که من یه چند وقت تو زندان لاکان بودم، همون کارتو مثلا داشتیم از بیرون برای ما اونو شارژش میکردن پول میریختن ما میرفتیم از تو داخل این شرکت تعاونی بود که توش مرغ و گوشت و نمیدونم همه چیز اونجا پیدا میشد، میرفتی پول میدادی با چند برابر قیمت بهت میفروختن که میتونستی خلاصه یه گرسنگی خودت رو رفع بکنی. حالا من امروز شنیدم که این زنان آزاده ما، زنان قهرمانی که در انقلاب زن زندگی آزادی به دست این دشمنان زمان، به دست علی خامنه‌ای گرفتار شدن، الان اینها رو خواستم که اینها رو امروز وقتی مراجعه کردم همه رو فرستادم برای زندان لاکان. بذار اینو بخونم. صبح امروز شنبه 23 تیر ماه جمعی از فعالان حقوق زنان ساکن گیلان جهت تحمل دوران حبس راهی زندان لاکان شدن. بیشتر میدونید اصلا دراماتیک شده این قضیه، میدونید یک رمانی باید در مورد این نوشت که یک زمانی یک جنایتکاری بود که در زمان کودکی در یک حمامی کار میکرد، به تعدد بهش تجاوز شد به خاطر اینکه وضعیت بد زندگیش آنطوری بود که فلان و بسار و اینها، بعد که این بزرگ شد آمد از مردم یک جورای انتقام بگیره، تمام اون کینه‌ای که داشت، تمام اون حسرت‌هایی که در دوران نوجوانی داشت، تمام بلاهایی که داشت رو یه جوری می‌خواست خالی بکنه سر مردم بیگناه، که در نهایت همین مردم یک روزی بیدار شدن و یک انقلاب بزرگی کردن تحت عنوان همین انقلاب زن زندگی آزادی و ریش اون بی ریشه حرامزاده رو در میدان آزادی
آویزان کردن و سرتیتر این رمان رو سر اون کتاب میشه عکس آویزان شدن علی خامنه ای رو دید. آن روز دور نیست، ما به زودی خواهیم دید. علاوه بر فروغ سمینیا، جلوه جواهری، نگین رضایی، شیوا، شاه سیا، آزاد چاوشیان، خانم متین یزدانی نیز جهت تحمل حبس راهی زندان لاکان رشت شد. پیش از آن در چهارشنبه 20 تیرماه زهره و زهرا دادرس از دیگر متهمان این پرونده بازداشت و روانه زندان لاکان شدن. من در مورد خانم‌ها زهره و زهرا، مخصوصا شوهر یکی اینها متأهل بوده، شوهرشون یه سری چیزهایی به دست من رسیده، وایستدم اگر مطمئن بشه من بر پدر بی پدر این داماد این خانواده خلاصه بلا خواهم آورد با افشاگری یه سری مسائل. فقط امیدوارم که این پرونده که الان به دست من رسیده و فرستادم بچه های دادگاه و بچه ها خلاصه یه چیزهایی رو به من حتما منتقل بکنم. اگر مستند باشه من پدر این بی پدر رو خلاصه در خواهم آورد. یه مثلا این بود. البته ما بخش دوم برنامه امشب هم داریم که حتما باید بریم با صادق امشب موضوعات مختلفی رو داریم که در موردش بررسی بکنیم. اما یک موضوع دیگه ای رو که خیلی ها امروز از من پرسیدید و گفتید که پیمان وزارت اطلاعات آمد گفت که آن کسی که سر قبر قاسم کتلت اون بمبگذاری ها که شده بود و اون افرادی که حمله کرده بودن اون چند نفر رو فلان و بسار، امروز تونستن اون سردسته رو بگیرن، رفتن از هواپیما آوردنش پایین. پیمان یعنی اینا واقعا اینقدر قدرتمندن میرن از یه کشور دیگه و فلان و بسار و اینها این کار رو انجام میدن و میگیرن میارن و اینها. دوستان عزیز، اتفاقا امروز وقتی شما یکی دو نفر برام پیام فرستی، حالا من هی میگفتم بگم مثلا بررسی بکنم نکنم، وقتی دیدم دم ظهر اومدم داشتم پیام ها رو میخوام دیدم بیش از 11 نفر به من این پیامو دادن از منم همین سوال رو پرسیدن. خب این وظیفه بر گرده من بود که حتما بررسی بکنم. از دوستانی که سابقون حالا ما تو مسئولیت هایی که تو بعضی از سازمان ها و تشکیلات و اینها داشتیم با ما بودند و الان بازنشست شدن، من از اونها ماجرای این داستان رو پرسیدم که آیا وزارت اطلاعات واقعا یک همچین کاری کرده که سر قبر قاسم کتلت این اتفاقاتی که افتاده بود و اینها این طرف رو الان گرفتن، بس اون چند نفری که گرفتن داستان چی بود؟ بلگش که پیمان جان رو کن راست بذار بهتون بگیم، وزارت اطلاعات در این چند سال واقعا ضعیف شده، واقعا بیال و شیر بیال و کپال و اینها شده. و جالب اینجاست که اینها میخوان وزیر اطلاعات، یعنی این مرده که الان هست، این آخوند گوزیده که من گنکاری‌های این حرامزاده رو رو بحث اون زمین‌هایی رو که از انفال بود و کنار منطقه آزاد وزارت اطلاعات به زور اسلحه و سرنیزه صیادان و دانگسترها رو از اونجا بیرون کردن و اون زمین‌ها رو گرفتن و قطعه بندی کردن برای خودشون، از رئیس رؤسای وزارت اطلاعات گرفتن که یکی هم همین مردک گرفته بود، گفتن که ظاهراً علی خامنه‌ای میخواد همین رو دوباره بکنه تو پاچه جناب آقای ظریف جمهور پزشکیان و بگه آقا اینا مثلا عملکرد خوبی داشتن در انقلاب زن زندگی آزادی، تمام مردم رو به خاک و خون کشیدند و فلان، همینها بذارید بمونین چون قاتلن، چون جانین، چون آدم کشن، که ما حتی یکی از این قاتلین که همین الان معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات هست، همین مردک حرامزاده حسینی رو که خیلی از این بچه های ما رو به کشتن داد، پای خیلی از پرونده ها وایستاد تا این بچه ها رو ببره بالای چوبه دار، عکسش رو منتشر کردیم. انقلابیون به هر حال دارن یه سری برنامه ریزی ها میکنن که این قاتل رو هر طور شده پیداش بکنن و خلاصه به من گفتن که نه اصلا یه همچین چیزی نیست، وزارت اطلاعات این روزها نیاز داشت که به جامعه نشون بده ما قدرتمند هستیم، ما فلان هستیم. تا این سالها دیگه شما قدرت این حرامزاده ها رو دیدید، در و دیوار آمدن، بمبگذاری کردن، زدن، کشتن، ترور کردن، اسناد هسته‌ای ما رو دزدیدن، ترقوز آباد رفتن، اسناد نمیدونم چی رو از اونجا کامیون زدن، برداشتن، بردن و اینها هیچ غلطی نتوانستن بکنن. الان آمدن یک شو مسخره گفتن که این مرده که الان امروز آوردنش با اینجور ریش و پشم و فلان و اینها، گفتن گرفتیمش سردسته و فلان، میگه این تو زندان فوق امنیتی توحیده. زندان امنیتی فوق توحید و من قبلا در موردش با شما صحبت کردم، همون زندان وزارت اطلاعاتی که همین الان اون بچه های کشتی سانچی اونجا محبوس هستن، که من به خانوادهشون گفتم دم اطلاعاتی که ما به دست آوردیم اگر واقعا خانواده خودتون رو میخواین برید اونجا اینا رو پیدا بکنید، آدرسم دادیم، گفتیم کجا هستن، زندان توحید همین الان مقرش کجاست، مکانش کجاست تو تهران، آدرس و اینها. گفتن این یه دونه از همون زندانیای تکفیری بود که از سالهای قبل گرفتن اونجا بودن، الان برای این نمایش مسخره برداشتن آوردن
که سر مردم رو گول بمالن، بگن قدرت رو نگاه بکنید، ابرقدرت رو نگاه بکنید، فلان رو نگاه بکنید، ما رفتیم طرف رو از اونجا گرفتیم آوردیم. دوستان من یه چیزی رو خدمتتون بگم، از اونجایی که وزارت اطلاعات روابطش با بیرون بسیار بسیار بد شده، مگر با ترکیه و چه میدونم با همین طالبان و افغانستان و اینها، جاهای دیگه هیچ گونه همکاری با سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نمی کنن، چون اینها رو تروریست می دانن. به همین خاطر اگر جمهوری اسلامی بخواد یه کاری رو در برون مرزی انجام بده، که بارها و بارها دنبال من و امثال من بودن، دنبال حذف فیزیکی بودن، بودن حالا یا به صورت بیولوژی طرف رو بکشن، یا حالا با اسلحه بکشن، یا ترور بکنن، یا حالا هر بلایی می‌خواستن. اینکه بیان اینجور فیلم سینمایی به شما نشون بدن، با هواپیما شیک و مدرسی برن اونور یک نفر رو بگیرن، بعد بیارن اینجا لباسای مشکی کلا اونجوری بذارن، اسلحه یوزی به گردن و فلان و اینها به شما نشون بدن، ما اینجور قدرتی، اینا هیچ گویی نیستن بی‌ناموسا. اینها تو من چی بگم، خیلی چیزها رو نمیتونم بگم متاسفانه، میدونی الان جبش نیست که خیلی چیزها گفته بشه، ولی اینقدر به شما بگم که شاید من فقط اینها رو ببخشید نکاشتم دیگه، خیلی از اینها خیلی چیزها میدانم بماند، ولی این یه شو مسخره بود فقط به خاطر این که به پزشکیان و به بعضی ها نشان بدن که وزارت اطلاعات داره وظایف خودش رو خیلی خوب عمل میکنه. دیدید که امروز اصلا گوز به شقیقه هیچ ربطی نداشت. مثلا میتونستم بگن آقا این همون سردسته، همون تروریست های نمیدونم داعش و خراسانی بود که اومدن سر قبر قاسم کتلت اون همه آدم بیگناه رو کشتن، ما مثلا اینو گرفتیم، ولی امروز اومدن در کنار اون هزار تا به دشت کربلا زدن، گفتن این کارو کردیم این کارو کردیم، در اصل داشتن به پزشکیان یه جوری گزارش عمل کرد میدادن. حالا از اونجایی که آدم های کینه‌ای و مغرور اینها هستن در وزارت اطلاعات، در تمام دنیا هرچی دانشمند رو وزارت دستگاه های امنیتیش جذب میکنه. شما مثلا میری CIA رو نگاه میکنی، کارمنداش همه یا دکترای چه میدونم حقوق دارن، یا دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل و روانشناسی و اینا. تو جاهای دیگه کلا میرید نگاه میکنی اینجور آدم های اندیشمند رو نگه میدارن که میخوان یه پروژه رو انجام بدن، از هزار راه اول تحلیل میکنن، بعد بررسی میکنن، بعد میدانیش عملیاتیش میکنن. ولی تو جمهوری اسلامی هر کی یه دونه برادر شهید شد، یه دونه جانباز شد، دو تا شهید تو خانواده داشت، دو تا فلان داشت و اینا، هر کی حرامزاده بیشتر بود اینو آوردنش استخدامش کردن. الان برید نگاه بکنید تو وزارت اطلاعات 90% اونهایی که استخدام شدن یا برادرشون تیر غیب گرفتار شدن مردن، یا هر شهیدی فلانی بساری اینجور حرمی پرمی اینجور داشت. زنها هم همینطور. خب حالا یه اتفاقی تو دبیرخانه همین وزارت اطلاعات تو استان تهران تو یه دونه از این ساختموناشون افتاده، من می‌خواستم حالا اونو بگم که چه بلایی یک کارکن مرد سر یکی از کارکنان زن وزارت اطلاعات. فقط می‌خوام به شما بگم که اینها همچین که میگن ما سربازان گمنام هستیم همچین علیه سلام نیستن، توشون خیلی آدم‌های حرامزاده هست الی ماشاءالله. خب از اینم بگذاریم که اینم گفتم خدمت شما، اما موضوع بعدی رو بذارید بگم و بعد برم خدمت جناب آقای صادق خان و موضوع برنامه امشب رو بخوایم ادامه بدیم. جناب آقای مؤمنی اقتصاددان، بذار اینو بگم بعد برم، به نظرم بعد از این دیگه بریم صادق رو داشته باشیم. مؤمنی اقتصاد میگه ایران رتبه نهم مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی های الکلی دنیا را دارد. خب خیلی ها دوستان، ما نهمین کشوری هستیم که اصلا اجازه نمیدن، فقط مثلا ما یه عرقسگی کوجه اصفهان رو داریم که درود به شرفش، حالا همون تولید میکنه یه ذره خلاصه نیازهای درونی رو برطرف میکنه. خب اما به شما حساب بکنیم، میگه ما ایران رتبه نهم مصرف کنندگان مداوم نوشیدنی های الکلی دنیا رو دارد، ما نهمین مصرف کننده هستیم. خب یعنی این گزارش آماری که جناب این آقای اقتصاددان مؤمنی داده، یعنی ریده به این جمهوری اسلامی که سازمان تبلیغات داره، شورای هماهنگی انقلاب اسلامی داره، حوزه هنری داره، ارشاد اسلامی داره، نمیدونم هر چی داره، اینها دارن، هر کدومشون هم بودجه الا ماشاءالله. میری دستور عمل اینا رو میخونی، آقا دستور عمل تو چیه که تو سالانه مثلا 1000 میلیارد بودجه میگیری؟
ما مردم ایران رو میخوایم به راه راست هدایت بکنیم. تو این 45 سال کردید ما نهمین مصرف کننده مواد الکلی هستیم. پس این نشون میده که اینهایی که شما علی خامنه ای را انداختی باید اینا رو همه رو بریزید دور. اصلا این سازمان ها و این تشکیلات و همشون هم توشون آخوندهای حرامزاده و مفتخور هستن، هیچ گویی هم نخوردن. اگر میخوردن در این 45 سال الان ما باید یک مملکت چی میگن؟ یه چیز بهش میگن تیبو تاهره فلان بسار اینجور داستان ها باید میداشتیم. خب به یه ور مردم نیست. شما هر چی که حالا تبلیغ کردید مردم عکسش رو انجام دادند. خب میگه رابطه افزایش مرگ‌های از سر ناامیدی با دستمزد کم و شغل بیکیفیت و بازارگرایی در ایران با رانت و فساد پیوند دارد. ایجاد جهش در نرخ بهره و قیمت‌ها روندی رو به قهقراست. به جای فهم ریشه خودکشی ها انتشار داده ها را متوقف می کنند. فرشاد مومنی اقتصاددان گفت اگر جامعه سالم می خواهید بودجه دستگاه های موعظه کننده را افزایش ندهید. آقا ندهید، این داره حرف من رو می زنه. میگه اگر جامعه سالم می خواهید بودجه دستگاه های موعظه کننده را افزایش ندهید، بلکه فکری برای اشتغال با کیفیت و مولد و فناورانه بکنید. در این شرایط هر چه موعظه کنید بیشتر نفرت انگیزی میکنید، چرا که نمیتوانید گرهی باز کنید. سپردن امور به بازار بدون فراهم کردن زمینه ها به معنای حاکم کردن قانون جنگل است. دمشون هم گرم. ولی خب علی خامنه‌ای که اینجور چیزا رو نمیفهمه. علی خامنه‌ای میگه من یه مشت اراذل اوباش دارم، باید شکم اینها رو سیر بکنم. شکم اینا رو نمیتونم بگم برید تو خیابون بشینید سیر بکنم. اینها رو باید خلاصه یک سازمانی براشون تشکیل بدم، یه بودجه آنچنانی بگیرم. دوستان بعضی ها میگفتن که یعنی همین سایبری ها، من امشب یه سری درد و دلم با شما دارم، حالا با صادق آمد میگم. بعضی ها میگفتن که آقا وای اگر جمهوری اسلامی بعد از 45 سال بره هر کی بیاد نمیدونم انشقاق به وجود میاد، مملکت چند گله‌ای میشه، یعنی 50 کشوری میشه، از هم گسسته میشه، مثل کشور شوروی سابق میشه و فلان. آقا یه همچی چیزی نمیشه. من این رو امروز با ضرس قاطع به شما میگم. شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی سرنگون و نابود بشه، جمهوری اسلامی اگر سرنگون و نابود بشه، حتی ما ضعیفترین مدیر هم بیاریم تو این کشور بذاریم، این کشور گلستان میشه. میدونید چرا؟ ما همین که بخوایم در حوزه های علمیه رو ببندیم، همین که بخوایم جلوی پول هدر رفتن پول نفت و گاز ما که برای خرس و لاو و این تروریست ها میره رو بگیریم، همین که بخوایم اداره ارشاد و سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه و اینها رو درشون رو تخته بکنیم، انقدر ما پول در کشور خواهیم داشت که ما 100 بار میتوانیم امثال مثل سیستان و بلوچستان رو جزو استانهایی بکنیم که اروپا بیاد جلوش لنگ بندازه. پس اصلا یک همچین حرفایی رو قبول نکنید که این سایبری های سپاه تروریستی پاسداران هستن که این رو هی میان تزریق میکنن، پروموت میکنن تو فضای مجازی که یه دلهوری تای دل شما باشه و بگید وای اگر اینها بروند چه خواهد شد. اینها بروند ما شاهزاده رضا پهلوی رو داریم، یک آلترناتیو بسیار بسیار قوی مثل شاهزاده رو داریم که تمام ابرقدرت ها پشت ایشون هستند. خب این بخش اول برنامه، بریم بخش دوم رو با جناب آقای چه داستانی رو برای ما تهیه و تدارک دیده. این میکروفون تو گلوی من آب میخورم صداشو تمام بیننده. درود خدمت آقا پیمان عزیز. آقا نمیشه من بسانده. نمیشه من همیشه بخش اول بیام بعد تو بخش دوم یه چرت بزنم؟ نمیشه اینجوری. خیلی طول کشید مگه صادق؟ آقا بعضی چیزا هست. 5 دقیقه به 8ه. یعنی من فقط 35 دقیقه فرصت دارم. آقا من با مردم شوخی نکردم. یه سری چیزها بود باید واقعا میگفتم. دو خدمت همه عزیزانی که دارم ما میبینن و میشنون. پیمان عزیز مرسی که من دعوت کردی. قبل از اینکه من سوالات مطرح کنم بگم که شما در مورد فعالان خانومی گفتی که امروز صبح رفتن زندان. دیشب یک مصاحبه داشتم با خانم یلدا دهقانی که همبندی های ایشون بودن، تک تک این کسایی که شما اسم بردی، و در مورد وضعیت بعد اینا توی زندان یه سری توضیحات داد که شما هم زحمتش کشی و گذاشتی تو کانالت و دوستان میتونن برن ببینن بشنون که چه وضعیتی دارن توی این زندان لاکان. یکی از بچه‌ها که گوششون کلا پردش پاره شده
خانم زهره دادرس یک مریضی خیلی نادری دارن. هر کدوم از این بچه ها یه مشکلی دارن که الان توی زندان ها هستن، ولی متاسفانه رژیم بهشون اجازه درمان رو نمیده. هر کدوم از اینها هم دارای تحصیلات بالایی هستن، ولی متاسفانه الان داخل زندان هستم. گفتم که اینو من اول برنامه بگم که درود متاسفم. پیمان شرف همه زنان ایرانی، دمشون هم گرم، خدا وکیلی. پیمان سعی بریم سر وقت سوالات که من سوال زیاد دارم. دیروز اگه یادت باشه حسن خرس‌اللهی، من یه سوالی مطرح کرده بودم در مورد حسن خرس‌اللهی که گفته بود بله ضعیف شده اسرائیل، الان جبهه مقاومت باید پیروز بشه و فلان و بسار. امروز یکی از فرمانداران حماس رو تو یک حالا درگیری اسرائیل کشت، یکی از فرماندهان رده بالا، که میخواستم ببینم که شما چه بیشتر میدونید. امروز هم خیلی با هم دیگه صحبت کردیم در خصوص این موضوع، میخواستم اینجا در خصوص این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم، چون خیلی برای دوستانی که در ما میبینن جالبه که ببینن که این شخص کی بوده که این همه برای حماس مهم بوده و یک ضربه کاری محکمی اسرائیل به حماس زده. ایشون تو درگیری نبود، ایشون تو یک ساختمانی مخفی شده بود. نه همون که... میگم بمبارانی که نیا کنید، جناب آقای محمد زیف، یا بهش میگفتن محمد مهمان، محمد مهمان به این خاطر که اولی که ایشون میدونید که فرمانده شاخه نظامی حماس بود، الانم هی داره حماس تکرار میکنه نه ایشون کشته نشد فلان نشد، ولی غلطشو میکنه. من الان به بینندگان عزیز این خبر رو میدم که ایشون 100% کشته شدن. چرا؟ چون سالیان سال بود اسرائیل 7 بار اینو ترور کرد، این کشته نشد 7 بار. خب و همه جا دنبالش میگشت، حتی بارها و بارها تو همین غزه و تو بین فلسطینی ها تراکتی پخش کرد، برگاه هایی پخش کرد، گفت که من 100,000 یورو، 100,000 دلار ببخشید، 100,000 دلار به افرادی میگم که مخفیگاه این رو به ما اعلام بکنه که کجا هستند و کجا نیستند و اینا. حالا من چرا میگیم ایشون به جای محمد زیف، همه بهش تو فلسطین میگفتن محمد مهمان. ایشون انقدر که میترسیده از اسرائیل، یک شب خونه شما بوده، یک شب خونه من بوده، یک شب خونه همیشه مهمان بوده خونه این و اون. خب و این روزهایی هم که از 7 اکتبر که سازماندهی اصلی اون اتفاقات و اون فجایع ضد بشری رو همین آقا کرده بوده، خب اینها رفتن تو 7 اکتبر اون فجایع رو تو اسرائیل پیاده کردن. از اون روز به بعد این تو زیر زمین زندگی میکرده عین موش. خب تو این 7 باری هم که ترورش کردن، یه بار یه چشمش رو از دست داد، یه بار نمیدونم چلاق شد، یه بار الاغ شد، به هر حال دنبالش بودن. صادق جان اینها الان آمدن میگن که این آقا کشته نشده، ولی من به هزاران دلیل به شما میگم کشته شده. چرا؟ چون منابع اطلاعاتی که وقتی به دستگاه‌های اطلاعاتی ارتش اسرائیل اطلاع دادن که این از زیر زمین بیرون آمده و الان در فلان ساختمان هست، خب و اسرائیل این ریسک بالا رو انجام میده که با 7 بمب، نه 1 بمب، تو این 7 بمبی که تو اون ساختمان زده، صادق یه بمبش بمب سنگر شکن بوده. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا 1% این بخواد از اون 6 تا بمب جان سالم به در ببره، بخواد دوباره بره زیر همون ساختمون، یه تونلی بوده که فرار بکنه، اون یکی بمب سنگر شکنه دیگه کارو کاملا تموم کرده، دقیقاً کتلتش کرده. تا این ساعت که من خدمت شما هستم، ببینید حجم این عملیات رو میخوام بگم، تا الان که من خدمت شما هستم 73 نفر کشته شدند، 283 نفر هم مجروح شدن. این 73 نفری که کشته شدن، خیلی ها میگفتن وای کودکان رو کشتن فلان، غلط کردن. خود همین مردک محمد زیف 12 تا بادیگارد داشته، 12 تا محافظ داشته از همین تروریست های حماس. و جالب اینجاست معاون خودشو، چون معاون اینو چند وقت پیش کشتن، خیلی هم اسرائیل سر و صدا کرد ما تونستیم خلاصه نمیدونم معاون محمد زیف رو بکشیم، چون دستشون به محمد زیف نمیرسید. این یک چیز بسیار بزرگه، انقدر بزرگه که
جناب آقای نتانیاهو از شب گذشته به خونش نرفته بود، به هر حال امروز و دیروز و اینا تعطیلات داشتن، نرفته بود، وایستاده بود داشت دقیقه به دقیقه این فرماندهی میکرد این عملیات رو. یعنی سوال اینقدر براشون مهم بود که این بمب زده میشه، حالا 200 نفر کشته میشن، زخمی میشن، هر اتفاقی میافته به جان خودشون خریدن، ولی گفتن این باید بمیره. و الان هم این اتفاق افتاد. خیلی جالبه، حماس از یک طرف میگه نه اصلا این اونجا نبوده، فلان نبوده، این نمرده، هیچ اتفاقی نیفتاده. از طرف دیگه همین الان من داشتم میخوندم یه این شبکه الحدس مال عربستان فکر کنم، اون داشت اعلام میکرد که تشکیلات امنیتی سازمان تروریستی حماس از ساعاتی قبل یک مجموعه تحقیقات گسترده ای رو انجام داده که ببینه چجوری جای این رو به اسرائیل لو دادن. خب صادق، این تمام تردداش، تمام محل زندگیش، تمام مجموعه کارهایی که میکرده دارای چی میگن طبقه بندی فوق سری بوده، نه محرمانه، نه فوق محرمانه، نه سری، فوق سری. خب حالا شما نگاه بکن چقدر اسرائیل تونسته دستگاه امنیتیش رخنه بکنه تو تروریست های حماس که راحت تونستن پیداش بکنن این الان کجاست که بزننش. جالب اینجاست وقتی این رو زدن عکس هم یک دونه بیرون فرستادن که گفتن زدیم، خیلی هم شیک و مجلسی، ولی از اونجایی که اسرائیل زیاد تو بوق و کرما نمیکنه، اما حمله ای که به ایران هم داشت زد، اون رادار جمهوری اسلامی رو از کار انداخت، گفت نه اصلا معلوم نیست کار ما باشه و نباشه. اینجا هم الان زده، عکس طرف هم گرفته، خیالش جمع شده، ولی الان چون نمیخواد شلوغ بکنه، تحریک بکنه اوضاع رو، خب میگه بذار ما، هدف ما بود اینو بکشیمش که کشتیمش. حتی اینها یه دونه جدولی دارن که علامت گذاری کردن که کدوم فرمانده ها رو بکشن، روش زبدر میکشیدن، رو اینم الان زبدر کشیدن، تمام شد رفت به کارش. جالب اینجاست این که گفتم چند وقت پیش معاونش رو ترور کردن کشتن، این آمده بود فرمانده خان، فرمانده گردان خان یونس رو کرده بود هم با حفظ سمت به عنوان فرمانده خان یونس کرده بود معاون خودش، یعنی یه سمت بالا، اونم زدن کتلت کردن. شش نفر دیگه هم از فرماندهان میدانی بودن، اونا رو هم کتلت کردن. فقط الان من دیدم کانال 11 عبری، شبکه همین اسرائیلی، برگشت گفت که این 71 نفری که مردن هیچ کدومشون مردم عادی نبودن، همه شبه نظامی بودن. یعنی به نظر من این یه شکار بسیار بسیار بزرگی برای اسرائیل بود. و جالب خروجش کجاست؟ حماس که الان واقعا تو موضع ضعف دیگه، خیلی تو موضع ضعفه. اینا حتی میخواستن با اسرائیل، من دیروز گفتم 4 تا شرط نتانیاهو داشت که گفت من نمیدم گذرگاه فیلادلفیا رو، فیلادلفی رو نمیدم، نمیدونم باید در همین وهله اول که آتش بس میشه 80% گروگان ها رو به من بدید، بعد من اجازه نمیدم که مردم از جنوب به شمال برن چون تروریستان با اونها خواهند رفت، اینا رو گفته بود. امروز بعد از این حمله شد نتانیاهو گفت فعلا دست نگه دارید، من با اینها نمیخوام الان توافق بکنم. داره یه جور چوب لای چرخ میذاره. چرا؟ میگه الان دیگه من متوجه شدم با کشتن این فقط یه دونه یحیی سنوار مونده. مغز متفکر این بود، محمد زیف بود، مغز متفکر تمام این کثافتکاری ها اون بود، یحیی سنوار فقط فرماندهی میکرد، یحیی سنوار بله. الان با کشتن این الان تو اسرائیل تو موضع قدرت دست بالا رو داره. من دیگم تا حالا گفت آقا ولش کنین، به افسران خودش که رفت بودن تو قاهره و با قطری ها و نیروهای CIA و اینا نشسته بودن که موافقت بکنن تموم بشه قضیه اینا، بهشون گفت برگردید بیاین، لازم نیست فعلا ما با اینها هیچ گونه توافقی بکنیم. اما عمق فاجعه وقتی نشون میده که من همین الان دارم با شما گپ میزنم، سیل موشک هایی هست که از طریق لبنان، چون اینا که تو موضع ضعفن دیگه، دیگه نه موشکی دارن نه پوشکی دارن، حماس رو دارن میگم، هیچی ندارن. حزب الله داره جبران میکنه که این کشتنی رو که امروز شما کردین داره با موشک ها، همین الان من دیدم گنبد آهنی یکی یکی داره میزنه، گلف سنگین برای خوش میزنه، اونا هم دارن کلی موشک میفرستن. این چی رو نشون میده؟ بعد از وقفه یکی دو روزه نشون میده که امروز اسرائیل اونجایی رو که باید میزد زد و کنه اینها رو سوزون. از این بابت منم خیلی خوشحالم. ولی اینکه از اون بعد جامعه جهانی، فکر جامعه جهانی منعطف میکنه به طرف سازش و فلان، بعد از این وقت کارش انجام میده، خیلی حال میده. خدا وکیلی دمش گرم. جامعه جهانی هم امروز مثلا اگر قبلا بود، اینا قبلا یه جای رو موشک میزدن یه خونه 4 نفر میمرد، دیده بودید که انگلستان و فرانسه و آمریکا و فلان در جا بیانیه بده، در جا فلان. امروز بعد از این اتفاق خب
71 نفر کشته، 273 نفر کشته، 283 نفر زخمی. یه حجم خیلی بالاییه، خب خیلی بالاییه. امروز فقط من دیدم عمان، قطر که خودش اصلا بودجه میده به تروریست ها، و ترکیه، ترکیه هم که اشان خاله ایده، هر کی هر کاری میکنه خاله میاد بالا سر اینها میگه نکنید بکنید فلان. جمهوری اسلامی سه نفر. نه جمهوری اسلامی نه، اصلا جمهوری اسلامی خو عددی نیست، اون همیشه با اینا دشمن خونیه. ولی مثلا ترکیه و قطر و عمان، من عمان یا اردن، اردن بود، اردن، اردن ببخشید، اردن و قطر رو با این ترکیه من دیدم فقط این کردن، مثلا محکوم کردن این قضیه. ترکیه هم به اسرائیل هم به یه ورش نیست، شما کیلو چندید حالا محکوم بکنید مثلا. پیمان این طرفدارای رئیسی کتلت خدا نیامرد اومدن حالا گفتن که پروفسور بگو حال میده کتلت بهتره با پروفسور پروفسور که آقای زرشکیانه پارتی بازی کنی، گفتن که دولت رئیسی تنها دولتی بودش که بدهی خارجی کمتر داشت. خب اینو گفتن چی؟ نقطه ضعف یا نقطه قوت؟ نه میگن که خیلی خوبه، میگه تنها دولتی هستش که کمترین بدهی داشته و هیچ کدوم از دولت‌ها این کارو نکرده. میخوام ببینم که واقعاً این که دولتی کم بدهی داشته باشه اصلا خوبه یا بده. اینه اول به ما توضیح بده بعد برسیم به سر حرف اینا که ببینیم که آقا اینا فازشون چیه. بحث اقتصاد، وقتی یک کشوری که دارای منابع فسیلی، خب منابع عظیم فسیلی باشه و وقتی بتونه بزرگترین بدهکار دنیا باشه، میگن این رهبریت این کشور یا مدیریت این کشور خیلی قانون قدرتمنده. چرا؟ چون تو منابع نامحدود داری، مثل نفت و گاز و فلان و بسار و اینها، تو باید جذب سرمایه گذاری خارجی بکنی که بخوای چیکار بکنی؟ این منابع خودتو تبدیل به احسن بکنی، بخوای پروژه ها رو یکی مثلا پشت دیگری، مثلا زمان خاتمی یا بعد از اون اینها آمدن همون پروژه عسلویه رو یادت دیگه چه عظمتی بود. اینها خودشون پول نداشتن اینها رو انجام بدن، اینا چیکار میکردن؟ میآمدن وام میگرفتن از کشورهای دیگه، حالا از بانک جهانی میگرفتن، از کشورهای دیگه میگرفتن، کشورهای دیگه یه جوری سرمایه گذاری میکردن، میگفتن بیا اینقدر به تو وام میدیم تو این کار رو انجام بده، 10% مال ما، 90% مال خودت. این برای یه کشور یه قدرتی بود. چرا؟ چون تمام دنیا بهش اطمینان میکردن، بهش وام میده. تو الان همین الان میخوای بدی مثلا یه آدمی که ببخشید عذر میخوام مثلا یه آدم لات بی سر و پاس میره بانک میگه 50 میلیون وام میخوام، گوش میدی؟ مرد میگه تو یه لات بی سر و پایی، تو اصلا اعتبار نداری، 50 میلیون تو بگو 50 قرون ما بهت نمیدیم. ولی شما میبینی یه بازاریه تو محل کارش نشسته، یهو زنگ میزنه به رئیس بانک میگه فلانی من همین الان 500 میلیون میخوام، دارم معامله میکنم، کارم گیره، حالا بعد میام اون موبایل نامه ها رو امضا میکنم برای وام و فلان. اون میگه چشم آقا همین الان میریزم به حسابت. اون چرا میگه چشم آقا میریزم به حسابت؟ از چه بابت میگه؟ از این بابت میگه که طرف بازاری یه انبار داره میلیاردها توش میلگرد و سیمان و کوفت و زهره. مثال دارم میگم و اینا هست، دارم مثال ساده میزنم که همه متوجه بشن. جناب آقای پروفسور اینقدر ریده بود، اینقدر روابط دیپلماسی ما بد بود، اینقدر که تمام دنیا میدانستن که ما الان جنگ بشه، یک ساعت دیگه جنگ بشه، هیچ کی جرئت میکرد ما رو به تن نمیگیره. ما رو که میگم منظور همین جمهوری اسحالیه، به تن نمیگیره. چرا؟ چون اینها واقعا موقعیت خودشون رو چه تو FATF سیاه کرده بودن، تو لیست سیاه بودن، چه اینکه واقعا با تمام دنیا مشکل داشتن و با تمام تروریست ها دوست بودن. به همین خاطر هیچ کی به اینها وام نمیداد، وگرنه رئیسی از خودش بود. صادق الان که من خدمت شما هستم، جناب آقای پروفسور رئیسی 800 هزار میلیارد تومان به بانک ها و سازمان های داخل کشور بدهکار دولتش، 800 هزار میلیارد تومان. تو حالا فکر اینو بکن، اگر یک کشوری میخواست به این وام بده چجوری باید این وام از اینا میگرفت؟
به همین خاطر این اصلا امتیاز نمیشه. من نمیدونم حالا اینو کی گفته، تو نگفتی اون کدوم تو هیئت سخنگوش بکنم گفته آره دیگه، معمولا یک این جور آره چیزا رو آره وقتی این گفته، این خریت خودش رو نشون داده، این نه اینکه کلاس رو میبره بالا، این واقعا پست بودن اون دولت و اون تشکیلات و اینو نشون میده. چرا؟ به همین دلایلی که من الان با زبان ساده خدمت شما گفتم، من فردا میام میشم رئیس دولت خودم مثلا تو کشور، انقدر روابط دیپلماسی ما با دنیا اوکی میکنم، میرم میشینم پای میز مذاکره با انگلستان و با آمریکا و با کشورهایی که پک و پول دارن. آقا بله، نگاه، ذخایر فسیلی من، نفت مثلا من تا 100 سال آینده دارم، گاز تا 200 سال آینده دارم، این منابع منه، نمیدونم زغال سنگ دارم، طلا دارم، مس دارم، فلان دارم، اینها. مرد میگه حالا بفهم، روابط دیپلماسی منم درامو با کردم، با همه هم آشتی، با هیچ تروریستی هم اوکی نیستم، مردم خودم هم نه میکشم نه کاری میکنم، چشماندازم الان دارم، چشمانداز کوتاه مدت من اینه، میان مدت من اینه، دراز مدت من قراره به اینجا برسم اینه. آمریکا به گور پدرش میخنده، اتحادیه اروپا، بانک جهانی به گور پدرش میخنده که به من نخواد وام بده. خب ولی تو این که یه آدم یه آخوند کونی کثافت حرامزاده هستی، مرد از بیرون داره نگاه میکنه، تو داری خارمادر مردم رو صلوات میدی، مردمی که ثروتمندترین کشور رو دارن، ذخایر فسیلی زیر پاشون طلای سیاهه، مردم میبینن، دنیا میبینه آقای مردمش گوشت ندارن بخرن، مرغ ندارن بخرن، بعد من بیام به اینها وام بدم که بشه موشک حوثی ها بزنن کشتی های منو که دهن منو سرویس بکنن. به همین خاطر این خریت این سخنگو بود که یه آمد یه همچین چیزی رو گفت. بنده خدا اومد از رئیسش تعریف میکنه، تو هم با غلطک رفتی باشه. پیمان، دیشب در مورد یه سوالی ازت پرسیدم، در مورد جوانمردی که ناجوانمردانه دارن شاهزاده رو تخریب میکنن و مورد استقبال خیلی ها قرار گرفت و اینکه گفتن که آقای بهبودی مواضع خودشون اعلام کردن که کدوم سمت هستن و در مورد حرفای دیشبت خیلی بازخورد خوبی داشت. میخواستم ببینم که اگر چیزی از دیشب مونده، چون اول برنامه هم یه اشاره‌ای کردی در مورد شاهزاده و میخواستم این سوال دوباره ازت بپرسم، اگر حرفی ناگفته دیشب مونده، قطعا تو هم مطالبی فرستادن از صحبتایی که کردی، میخواستم ببینم که چه بازخوردی داشتی و چه صحبتی هم تو الان داری. نگاه، من کاری رو نمیکنم که باعث خوشایند کسی باشه، ببخشید به زبان من خایمالی بلد نیستم که بیام اینجا مثلا بگم حالا خایمالی شاهزاده رو کردم فردا به من بوس بفرسته. نه، من از اون اولش هم من به شما گفتم من نه چپم نه راستم نه بالام نه پایینم، دنبال هیچ کسم نیستم. اگر در حال حاضر دارم میگم یک آلترناتیو قوی برای بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار داریم، من به خاطر مردم خودم دارم میگم. چرا؟ من با علم بر این میگم که میدونم اگر شاهزاده بیاد فردا این مملکت رو نجات میده. متاسفانه اگر دیشبم، خب من توهین به ساحت مقدس جناب آقای اسمش چی بود؟ جوانمردی. جوانمردی نکردم. حالا گفتیم اینم به عنوان، حالا ما تا یه زمانی ایشون رو میشناختیم که چه میدونم تو تیم ما توپ میزد و بر علیه رژیم مطالب مینوشت و هدفش هم سرنگونی رژیم بود. از یک جا به بعد که به قول خودش میخواستن ترورش بکنن، اون خود تیمی که رفته بود برای کردستان و فلان و اینها، یهو کوکو شیش انداز شد. میگم چرا گیر داده مثلا به شاهزاده دیگه ولکن نیست. تو اگر رسالتت به عنوان یک خبرنگار، کار خودتو بکن. تو چرا نشستی که شاهزاده یه جا میره سخنرانی میکنه، انگار به تو تکلیف کردن، به تو یک هزینه ای پرداخت میشه که آقا این هر جا رفت سخنرانی کرد فردا تو بیا مثلا برعکسشو بگو. من وقتی با آقای، متاسفانه میگم، من ارادت دارم، ایشون کسی بود که دختر من رو رژیم جنایتکار آخوندی، این صحبت 7-8 سال پیشه، تو فرودگاه امام خمینی گرفتن، یکی از رسانه‌هایی بود به همون اندازه که مسیح علی نژاد که اینقدر با ما ادعای دوستی داشت و فلان، پشت ما رو خالی کرد، یک بار گزارش دستگیری دختر من رو که تو زندان خوابید بچه زیر سن رو نظر جوانمردی زد. دوستان دیگه هم خیلی زحمت کشیدن. من اینها رو میبینم، هیچ وقت هم کسایی که به من محبت بکنن و هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. چرا؟ من سر سفره پدرم که آدم حلال خوری بوده بزرگ شدم، اینها خوب یادم. ولی متاسفانه رو کراس بگم، از روزی که پزشکیان، میگم پزشکیان، آقای جوانمردی آمد حرفی رو زد که
سایبری های سپاه تروریستی پاسداران تو فضای مجازی میزنن، یه ذره دلم ناراحت شد، دلم گرفت، حالم گرفته شد. آمد گفت که شاهزاده رضا پهلوی، نمیدونم با استناد به چه موضوعی، آدم حرفی رو که میاد اینجا گزگف که نباید بزنی، تو بعد حرفی رو بزنی، الان 1400 نفر نشستن دارن حرف منو گوش میزن، من اگر حرفی بدون سند بزنم میگم آه این عجب اسکلیه. به خاطر احترامی که برای بینندگان عزیز قائلم، من روزی 2 ساعت وقت میذارم تمام مسائل رو از پایین تا بالا میرم میخونم، در مورد یه موضوعی که قرار بیام شب صحبت بکنم میرم 1 ساعت در موردش مطالعه میکنم. شما آمدی جناب آقای جوانمردی یه جا برگشتی گفتی که آقای شاهزاده هیچ تمایلی به دموکراسی در ایران بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی ندارن و قرار بیاد اینجا شاه ایران بشود. خب صورتی که برو آخه این مصاحبه های بنده خدا رو، چه خارجی چه فارسی چه انگلیسی، اینا حالیم میشه، اینا رو من رفتم همه رو هم میره صحبت میکنه، برای منم مهمه، من از کسی که میام حمایت میکنم موضعش چیه، طرز تفکرش چیه. فردا اگر شاهزاده آمد از سپاه، ببخشید فرض بر محال دارم میگم، شاهزاده رضا پهلوی فردا آمد گفت سپاه پاسداران یک گروه تروریستی نیست، آدمای خوبی هست، ازشون حمایت کنم، من فردا از ایشون رو برمیگردم، تعارف ندارم با ایشون. چرا؟ من تا زمانی در کنار شاهزاده رضا پهلوی هستم که هوای مردم با شرف ایران زمین رو داشته باشه، هوای این عزیزانی که خارج از کشور هستن دوستش دارن، هوای اینها رو داشته باشه. وقتی بخواد پشت به اینها بکنه بره ببخشید چی میگن تو زمین علی خامنه‌ای توپ بزنه، خب این یه چیز طبیعیه، ولی وقتی میان یک سری افتراهای ناروا بهش میزنی این حال آدمو گرفته می. میگی که آره ایشون قراره بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی بیاد دموکراسی رو قبول نداره، پس همون بهتر نگاه ساده، این اینجاست، این موضوعیه که من چندی پیش سند رو کردم برای شما، گفتم آقا سپاه تروریستی این سایبری هاش مجوز دارن، میلیاردها دارن هزینه میکنن که تو فضای مجازی این رو به خورد مردم و مخاطب بدن که اگر قراره اونهایی که اون برای آب نشستن بیان این و دموکراسی نداشته باشن بیان اینجا دوباره نمیدونم مثل جمهوری اسلامی عمل بکنن، چه بهتر جمهوری اسلامی بمانن. دارن اینو تو ذهن مردم سیو میکنن که بس بهتر ما بین بد و بدتر همین بدا رو حالا تحمل بکنیم. نه اینطور نیست. شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت نگفته، گفته اونجا خاک منه، وطن منه، چه میدونم پدرم اونجا همه کاره بوده، مادرم اونجا همه کاره بوده، خواهرم اونجا همه کاره بوده، پدر بزرگم اونجا همه کاره بوده، ریشم اونجاست، من از اونجا آمدم، از اون خاک آمدم، اگر الان دارم مبارزه میکنم به عنوان یک ایرانی دارم مبارزه میکنم، نگو من به عنوان شاه ایران دارم مبارزه میکنم، نگو من به عنوان یک شاهزاده دارم مبارزه میکنم که بیام تخت و نمیدونم اینامو تصاحب بکنم اونجا، نه، گفت همه دارن مبارزه میکنن، منم به چه میدونم به نسبتی حالا یکم بیشتر دارم مبارزمو گسترده تر میکنم و روابطمو دارم بیشتر میکنم که دنیا بیشتر بشناسن مجموعه تلاش های مردم ایران رو، نارضایتی همه مردم ایران رو از این رژیم، که بتونیم سریع اینها رو سرنگون بکنیم. ما هم بارها آمدیم اینجا گفتیم آقا در فردای سرنگونی رژیم جنایتکار این دولت گذار، این رهبری چه میدونم دولت گذار که داره میاد به رهبری این آلترناتیو شاهزاده رضا پهلوی، بعد از اون شما بیاین پای صندوق های رأی و تکلیف رو مشخص بکنیم. ولی الان متاسفانه جناب آقای نمیدونم حالا چرا سیمش اینجا گیر کرده و فلان و اینها، که هر بار شاهزاده میره یه جایی سخنرانی میکنه، این اواخر خدا وکیلی سخنرانیاش کرکوپر همه رو ریزون، تمام روزنامه ها دارن در موردش تو دنیا حرف میزنن که آقا عجب تشکیلاتی داره جناب آقای رضا شاهزاده، عجب قشنگ بلد صحبت بکنه، چقدر همه چیز رو موشکافانه صحبت میکنه و عجب مدیریتی داره، عجب سخنور خوبی و فلان. خب شما آمدی عوضی که بیای حمایت بکنی آمدی گفتی نه، ایشون درست بعد از این سخنرانی آخرش که اینقدر تو مورد توجه دنیا قرار گرفت آمدی برگشتی گفتی که ایشون گفته من نمیدونم مردم ایران آماده دموکراسی نیستن. خب پس همین بهتر که تو دموکراسی رو قبول نداری و میدونی مردم ایران نمیدونم دموکراسی رو قبول، بس بذاریم همین جمهوری اسلامی بماند. خب آقای جوانمردی تو همین الان داری حرف سپاه تروریستی رو میزنی، خب بس من پیمان بهبودی باید شک بکنم که خدای ناکرده، حالا من فکر نمی کنم یه همچین اتفاقی بیفته، ولی آدم بعضی وقتا ذهنش یهو میره اون بر که نکنه تو داری از جاهایی به هر حال داره یه جورایی تو رو ساپورتت میکنن که تو بیای خلاصه، حالا تو چرا به دیگران گیر نمیدی؟ اینم جای سواله.
خیلی ها هستن که الان خیلی ها ادعا دارن تو همون صنف شما، تو همون کردها، تو همون قوم شما، تو همون تشکیلات شما، چرا نمیایید در مورد اونها خیلی حرفای گنده گنده زدن؟ چرا اونها رو نقد میکنید؟ شما میایین این رو نقد میکنید، پس نشون میده که این آقا داره راهشو درست میره. بسیار عالی. پیمان، الان طرفدارهای آقای زرشکیان اومدن گفتن که پاقدم جناب آقای پروفسور، این دیگه پروفسور بود بگم دیگه پدرزن، جناب آقای پروفسور پزشکیان پاقدمش سبک بوده و دلار اومده پایین و الان به مرز 58، حالا پایین بالاشو الان در حال حاضر نمیدونم، تا 58 من خبردم رسیده و در آینده این دلار باز هم رو به نزولی میخوام ببینم که واقعا اینجوریه پیمانه، با اومدن پزشکیان این اتفاق افتاده یا نه این اون حبابه است. ما همیشه حباب میگفتن قیمت باله، ولی ما میگیم این حباب قیمت پایینه که یهو منفجر میشه و دوباره میره بالای 60-70. نگاه تو بهبهه اصلا هیچ رب گوز به شقیقه هیچ ربطی نداره. دلار بله یک جاهایی ربط داره ولی الان ربط نداره. چرا؟ اگر یادت باشه قبل از همین سیرک مسخره انتخابات من به تو گفتم، بودم صادق نگاه دلار همینجوری داره میره بالا. خب گفتم بعد از انتخابات مردم کمرشون شکسته میشه از این گرانی ها و فلان، گفتم اینو دوره همین دوره گفتم دیگه، درسته؟ هستش گفتم. خب نگاه کن دلار اونجا قیمتش واقعا پریشی رفت بالا دیگه، خیلی رفت بالا دلار و یورو، یورو اصلا نمیدونم لیر و دلار و یورو و پوند و رفت بالا. من گفتم صادق نگاه بکن اونایی که تو بازار هستن دارن این قیمتا رو میبرن بالا که چیکار بکنن که کالاهای اساسی و مواد غذایی و اون چیزهایی که مورد نیاز مردم هست رو طی ماه‌های آینده ببرن بالا، چون دلار الان گرون میشه تأثیرش یک ماه دیگه رو بازاره، همین امروز که تأثیر نمیذاره که. گوش میدی؟ تو یه کالای خریدی تو انبارت هست، حالا دفعه بعد میخوای فاکتور بکنی میشه دفعه بعد یک ماه دیگه، اون یک ماه دیگه است که دلار رفته بالا تأثیرش رو تو فاکتور بعدی میذاره که بعد تو میاری تو بازار تأثیرش تو بازار. اینا قبل از تو این خرطوخر کشتن رئیسی و مراسم گرفتن و شلوغی ها قیمت رو بردن بالا، قشنگ هم بردن بالا. الان کالای اساسی، آقا من الان کنار تو هستم دیگه، اینجا هستم، همین من دیروز بهت گفتم یه شربتی که معروفم نیست مارکم نبود و مرده میگه من 180 هزار تومان خریدم، خب شربتی که نمیدونم میگفت قبلا بود نمیدونم 30 و چند هزار تومان، یهو آخه چه جوری میشه اینقدر؟ یا مثلا امروز یکی برای ما دیدم رضا اینا تو کانال گذاشتن نوشته بود که بعد پدر مادر جمهوری اسلامی لعنت که من الان در قلب تهران بازار تهران هستم، یه بی پدری از این مسئولین بلندش بیاد اینجا من بهش بگم آخه چرا برنج پاکستانی، شکر، حبوبات، نمیدونم دیگه چی، یه سری لیست داده بود که امروز چرا اینقدر قیمت رفته بالا. این طرفدارای بی پدر پزشکیان اینا رو نمیبینن. شما چوس مسخال اون دلاری که بحث روانی حبابه، اون چه میدم اوجش رو گرفت، فروشش رو کرد، تورمش رو زد، یعنی اون جوری که باید کمر مردم رو میشکون شکون، برید تو بازار، حقیقت الان تو بازاره، تو کالای اساسیه، برید ببینید چقدر رفته بالا قیمت ها، چجوری قیمت سیمان، تیر آهن، فلان فلان رو برید ببینید چقدر، برید لوازم الکتریکی ببینید قیمت ها چقدر رفته بالا، اینا رو باید ببینید. خب دلار الان امروز رفت بالا، برای اینا کار نداره، تو بازار نشستن فردا یک هفته میگن همجوری بمانه، پزشکیان میاد اولین استاتی میزنه، اولین گوی رو میزنه که ببینه واقعا نمیتونه کاری بکنه، چپش خالیه، دوباره اینا قیمت دلار رو میبرن بالا، چون الان دیگه بازار نفس نداره دیگه گرونتر از این بشه ساده دیگه. شما برنج رو چقدر میخواین، حبوبات رو چقدر میخواین گرون بکنین، کنسرو و آب معدنی و اینا رو دیگه چقدر میخواین گرون بکنین؟ نمیتونن، میدونی تا یه جا دیگه بله طبیعیه، ولی دیگه تا یه جا برسه دیگه باید یه ذره خلاصه وایستن اون حالت عادی بشه، بعد دوباره یه تیک آف دیگه بزنن که اونم به زودی این اتفاق خواهد افتاد. به این نتیجه میرسیم که هیچ ربطی آمدن پزشکیان ندارد. پزشکیان هم مثل اون یکی تو فکر میکنی این مثلا چیکار میخواد بکنه؟ این همه اولش اومد گند زد، موازی خودش رو مشخص کرد، برگشت آقا من اومدم به مزی که رئیس جمهور شدم، اولین کاری که میکنم میرم بغل آقا دایی خودم روسیه، اون قراردادا رو دوباره امضا میکنن که اون خاک برسر پروفسور کرده بود روسیه تعلیق کرده
گفت میرم دوباره این کارا رو انجام میدم. بعدم گفت تا جایی که فلان دارم روابطم رو با چین و با روسیه مستحکم خواهم کرد. بعدم آمد نامه زد برای سردسته تروریست ها اسماعیل هنیه. بعدم آمد به اون مرد خرس‌الله برگشت گفت ما از شما هم حمایت میکنیم نمیدونم فلان. پس تمام شد. این سیاست جناب آقای پزشکی. تو فکر میکنی با این سیاست میتونه حالا یکی آمد برگشت گفت که نمیدونم آره این دیروز آمد یه تحلیلی کرد داد به اون روزنامه انگلیسی اینو این تایم تهران اونو منتشر کرد و اونجا چشمنداز چشمنداز اون نیست چشمنداز اینیه که تو آمدی گفتمان کردی به اینا گفتی آقا برید جلو ما از شما حمایت میکنیم. تموم شد رفت به کارش. هیچ وقت پزشکیان بیاد معجزه نمیکنه. من اینا همین الان دارم به تو میگم اگر کاری بتونه بکنه اصلا من در این رادیو رو گل میگیرم میریم خونه میگیریم میخوابیم از خدامون میشیم اگر بخواد یه کاری رو بکنه که خلاصه رو سفره مردم صادق. این مهمه. این هر غلطی میخواد بکنه خب باید رو سفره مردم نشان داده بشه. وقتی مردم به من پیام بدن آقا پیمان دمش گرم اومد دیگه ما منی که نمیتونستم هر دو ماه یک بار یه مرغ بخرم ببرم خونه الان میتونم هفته یک بار بخرم هفته ای. ببین چقدر فاجعه است که ما الان میگم اینا به مرگ گرفتن تا ما به تب راضی بشیم. یک ایرانی با این ثروت و با این پیشینه که بعد هر روزی بتونه گوشت و مرغ رو به راحتی بخره ما الان به این راضی شدیم که آه به یک روزی برسیم که یک ایرانی بتونه هفته یک دونه مرغ بخره ببره سر سفرش. این مهمه. هر وقت این کار کرد من خودم از این آیه پوزینه بوزینه گوزینه کی از این حمایت خواهم کرد. پیمان در روسیه گفتی روسیه رئیس جمهور روسیه اومده یک مصاحبه کرده و گفته که اگر اوکراین به ناتو بپیونده برای حذف و نابودی اوکراین و ناتو از روی نقشه جهان یک لحظه هم دقیق نمی کنه. یعنی چی پیمان؟ اینو حالا باید سعی و توضیح بدی. آیا جنگ جهانی سومی در راه هستش؟ این گند و گوزی روسیه است. اون هیچ وقت نگاه این حرفو زدی یعنی من میخوام از سلاح هسته‌ای استفاده کنم چون با دو تا بمب و موشک و فلان اگه تو میتونستی که تا الان اوکراینو زمین زده بودی نمیتونی. شما هنوز تو یک مسیر گیری تو یک خط تو بمب میزنی اون میزنه. هنوز تو نتونستی بری به قول خودت که قرار بود 3 روزه کیف رو بری بگیری پایتخت اوکراین رو نتونستی بگیری. اونا هم هنوز دارن دفاع میکنن خیلی هم خوب هم دارن دفاع میکنن با اینکه هنوز اونجوری که انتظار میرفت سلاح از اروپا و از آمریکا به دستشون نرسیده ولی هنوز دارن جلویشون. تو وقتی نتونستی جلوی یک کشور وایسی بعد میخوای بری جلوی مثلا یه اروپایی که همین امروز من داشتم همین روزنامه‌های اینجا رو میخوندم صبح اینجا رو میخوندم که همین اینجا الان آلمان یه قراردادی بسته با آمریکا. آمریکا داره بعضی از سامانه‌های خودش رو میاره مستقر میکنه. البته بعضی از سیاسیون اینجا شلوغ بازی کرده بودن که آقا این سامانه‌هایی که میخواد بیاره دوباره میخواد جنگ سرد بین آمریکا و روسیه بشه. چرا آلمان پاشو میخواد وسط بکشه که دولت مردان آمریکایی آلمانی برگشتن گفتن نه این یک جور سامانه‌ایه که میخواد دفاع بکنه برای روزهایی که شایدم روسیه بخواد حماقت بکنه. ولی مطمئن باش روسیه نمیتونه حماقت بکنه. چرا؟ چون همین الانش آمریکا به هر حال پایگاه‌هایی که اینجا داره همون زیر دریایی‌هایی که به سلاح هسته‌ایش اینجا هستن مستقر هستن یا چه می‌دونم پایگاه‌هایی که همون دور و بر روسیه هم داره که بمب افکناش هستن همه هم می‌تونن چه می‌دونم سلاح هسته‌ای رو بمب‌های هسته‌ای رو با خودشون هم بکنن خیلی راحت. اگر اون بخواد حماقت بکنه و بخواد به سمت اروپا حمله بکنه برای آمریکا کاری نداره که یه دونه از این بمب‌ها رو میندازه کلا روسیه رو محو و نابود میکنه. اینجوری خیلی قابل قبول‌تره تا این گندگوزی که روسیه کرده. روسیه از اونجایی که تو جنگ اوکراین واقعا ضعیف شد چون قبل از اون واقعا خودش رو یک ابرقدرت جزء ابرقدرت‌ها هست ولی خودش رو خیلی مثلا تنه به تنه آمریکا میدونست با این جنگ اومد ماهیتش دیگه بر همه معلوم شد که نه یه همش دکوپوز بوده و اینها. مگه میشه تو یک دو سال بیای با یک کشوری مثل اوکراین هم مرزت هم هست بیای بجنگی و تمام سلاح‌ها و انبارت خالی بشه انقدر مفلس بشی که بلند شی بری از جمهوری اسلامی و از کره شمالی سلاح بگیری که بخوای به سر مردم چه میدونم اوکراین خالی بکنی. به همین خاطر الان تمام زرادخانه‌های روسیه خالی شده چیزی نداره. حالا به این بمب هسته‌ایش مینازه که اگر اون بخواد این کارو بکنه فرانسه هم داره
چه میدونم آمریکا هم داره، اصلا در طرفت العین میزنن چنان این طرف رو خوج میکنن که پوتین باید فرار بکنه بلند شه بیاد بغل علی خامنه‌ای، که اگر تازه تا اون موقع علی خامنه‌ای هم بعد مسند قدرت باشه. صادق، تمام برنامه ریزی هایی که داری تو منطقه، ما اون دفعه به شما گفتیم قرار یک خاورمیانه جدید اتفاق بیفته، خب و این اتفاق خواهد افتاد، اینها از همه از معادلات کنار خواهند رفت. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه، اصلا بحث این نیست که حالا اسرائیل دلش نمیخواد، ما مردم دلمون نمیخواد، این یکی دلشون نمیخواد، نه، جمهوری اسلامی دیگه منطقه رو واقعا به گند کشیده، دیگه باید بره کنار. الان یه ذره اینا منتظرن انتخابات، انتخابات الان میدونی که تو انگلستان تا دیروز اینا گرفتار انتخابات و فلان بودن که تازه نخست وزیر جدید اومد، تا فرانسه هم که همین اتفاق بود الان درگیر همین هستن، آمریکا هم که تا نوامبر این اتفاقات داره میفته، اینها ساماندهی بشه میرسن به حساب علی چلاق، تو شک نکن. حالا احتمال داره بیان حمایت بکنن از اسرائیل، بگن ما پشتت هستیم، تو برو بزن جمهوری اسلامی رو ناکوتش بکن. مرسی پیمان عزیز، وقتمون تموم شد، من سوالم بازم مون، دیشب چشت دارم. مرسی از همه دوستانی که تا آخر برنامه با اون بودن. آقا ما خیلی مخلص شما هستیم، به هر حال میگم بعد من توضیح بدم، اگر همینجوری بیام یه دو تا حرف بزنم حال نمیده، مردم باید بدونن داستان چجوریه. مراقب خودتون باشید، خیلی شما رو دوست داریم، تا شبی دیگر. شب.